سلام بچه ها، چطوری در میتوکس هستم؟ خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. بچه ها دوباره برگشتیم با یک ویدیو آموزشی دیگه. موضوع ویدیومون هم اینه که چطور داخل تویچ استریم کنیم با استفاده از برنامه OBS. اگه دوست داری این آموزش رو یاد بگیری حتما ویدیو رو تا آخر نگاه بکن، لایک و سابسکرایب هم یادت نره. فقط یه موضوعی هم بچه ها بهتون بگم که مربوط به ویدیو قبلیه، اونم اینه که تو ویدیو قبلی صدام خیلی درست نبود، صدام خیلی درست نمیمد، بخاطر این بود که من خیلی حالا صدای میکروفون رو برده بودم بالا که اگه یه موقع مثلا کم نیاد و از دور حرف میزنم صدا قطع و وصل نشه، کم نشه، دیگه خیلی بیش از حد برده بودم بالا و توی OBS اون خطی که مالی میکروفون هست از روی قرمز رد میکرد و صدا رو یه طور میشوند، یه همچین چیزایی بود. خواستم بگم ببخشید، دیگه امروز درستش کردم، الان همه چی اوکیه و خب دیگه خیلی حرف نمیزنم. برو بریم سراغ این آموزش و لایک و سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم، بزن بریم، لیتس گو. خب بچه‌ها، برای انجام این کار شما باید اول یک اکانت تویچ بسازید. وارد سایت تویچ میشید و اینجا دو تا گزینه رو میبینید، یکیش لاگ اینه و یکیش ساین اپه، که اگه از قبل اکانتی ساختید و حالا دارید رمزش و یوزر نیمش از اینجور چیزا، روی لاگ این کلیک میکنید و اگه ندارید میخواید تازه اکانت بسازید، روی ساین اپ کلیک میکنید. حالا من از قبل اکانت دارم و خب وارد همون اکانت قبلی میشم و روی لاگ این کلیک میکنم و همینطور که اینجا یه یوزرنیم از ما میخواد که حالا من یوزرنیم رو زدم اشتباه، یوزرنیم این نیست. خب و حالا پسورد، که پسورد هم درسته و شما لاگین رو میزنید. اینجا برای سینگ آپ هم یه سری یوزرنیم میخواد، پسورد میخواد و دوباره اینجا پسوردتون رو میزنید که تایید بشه و اینجا تاریخ تولدتون که زیاد حالا خیلی مهم نیست. اینجا یا میتونید از ایمیل استفاده بکنید برای ورود حالا ساخت اکانت، یا از شماره موبایلتون که ایران هم داره و خیلی ایزی دیگه، خیلی توضیحاتی دیگه اضافی نیاز نیست. و خب حالا به سراغ لاگین، من اکانتمو بزنم و وارد بشم و بقیه توضیحات رو بهتون بدم. بچه‌ها لتس گو. خب بچه‌ها، وقتی وارد اکانت تویچتون شدید، این بالا پروفایلتون میاد، حالا رو این کلیک میکنید و اینجا میاد روی قسمت سیتینگ یا تنظیمات و وارد این قسمت میشید و اینجا میاد توی قسمت چنل اند ویدیوز و بعدش یه قسمتی داره به نام استریم و روی استریم کپی میکنید و اینجا یه چیز دیگه هست به نام استریم کی، که این عدده رو اصلا نباید به هیچ کس بدید، چون این کلید استریمتونه دیگه، هیچ کس نباید داشته باشه، وگرنه خیلی راحت میتونن از طریق حالا OBS راحت با اکانتتون استریم کنه و نیازی به رمز و اینجور چیز هم نیست. اینو که بزنید راحت میشه استریم رو استارت کرد و خب اینو اصلا نشون هیچ کی نه، خود تویچ هم حتی اینجا نقطه نقطه گذاشته که کسی نتونه برداره و اینجا شما فقط کافی روی کپی کلیک کنید و بعدش برید وارد برنامه OBS بشید. خب بچه، OBS رو باز میکنیم و میریم قسمت سیتینگ و بعدش میایم دوباره قسمت استریم و اینجا یه بخش داره به اسم تویچ، حالا چون ما میخوام رو تویچ استریم کنیم و میزنیم بخش تویچ و اینجا دو تا گزینه داره بچه، یه گزینه داره کانکت اکاونت، یه گزینه داره یوز استریم کی، که همون کلید استریمی که کپی کردیم. خب ما از دو تا بخشش رو میریم و توضیح بهتون میدم. خب این بخش اول که همون استریم کی است که خیلی کاری نداره و اینجا فقط همونو که اونجا تویچ داده کپی میکنید و میاد این قسمت و پیست میکنید و اینجا اپلای میزنید و اوکی رو میزنید و الان تموم شد. الان استارت استریم اگه بزنیم، همینطور که میبینید اینجا بیتریت داره به ما میده و الان داره توی اکانت ما استریم میکنه و این از این. حالا بریم سراغ روش دوم که وصل کردن، کانکت کردن اکانت اصلی، اکانت خود تویچمونه، یعنی با رمز و یوزرنیم. وقتی شما اون کار انجام بدید بچه ها، دیگه هم صفحه چت براتون میاد، هم حالا اینفورمیشن لایوتون براتون میاد. بریم که یادتون بدم اونم چطور انجام بدید و برگردیم. خب بچه ها، دوباره میریم تنظیمات OBS و دوباره قسمت استریم و اینجا روی کانکت اکانت کلیک میکنیم و دقت کنید بچه ها، بعد حتما فیلتر شکنتون روشن باشه تا اینجا براتون بالا بیاد. حالا من فیلتر شکنم خاموش روشن میکنم و میام بچه ها، لیتس گو. خب بچه ها، فیلتر شکنم روشن کردم، الان دوباره روی کانکت اکانت کلیک میکنم و همونطور که میبینید الان قسمت لاگین شدن تویچ رو برای ما آورد. حالا این بالا یوزرنیم تو و پایینم
رمزتون رو که اون موقع ساختین وارد میکنید. خب بچه ها وقتی اونجا یوزرنیم و پسوردتون رو زدید، بچه ها بعدش یک کد میره به ایمیلی که اول کار زدید یا حالا به شماره تلفنی که اول کار زدید و اون کد رو میزنید و بعدش اوکی رو میزنید، اپلای رو میزنید و تمام. بچه ها همطور که میبینید الان استریم اینفورمیشن برام آورده و چت که استریم اینفورمیشن میتونید تایتل رو تغییر بدی، گو لایف نوتیفیکیشنی که برای اونایی که فالوت کردن بره وقتی لایف شدی و اینجا هم بازی که داری انجام میدی و اینجا هم تگایی که حالا دوست داری رو میتونی بزنی و این پایین هم بچه ها زبون استریم است که چون از فارسی پشتیبانی نمیکنه تویچ، شما باید روی آدر بذارید و اینجا دن رو بزنید و اوکی. اینم که صفحه چتمونه بچه ها و هرچی بخواید تایپ بکنید همینطور که میبینید خیلی راحت میاد بچه ها. خب بچه ها اینم از این آموزش، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما نظراتتون رو بگید، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره بچه ها، با این کار خیلی حمایت بزرگی از من میکنید. دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید و تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.